شمال. میخواد به نوعی تاب و شکنی خواهد کرد و در تاریخ ثبت خواهد شد. او خواست و خواستنش رو اجرا داره میکنه مقابل یک حریفی از اسرائیل. ظاهر میشه من اگر مکس میکنم دارم میبینم که چقدر هیجان اینجا زیاد شده در سالونی که شما تصویرشو نمیبینید. در بین تماشاگران من تعداد ایرانیای زیادی رو میبینم که اومدن الان اضافه شدن برای اینکه این مسابقه رو تماشا کنن. سالن پره، 2100 نفر، من فکر کنم نزدیک 2500 نفر اومده باشن. ما این افتخار داریم رقابت ایران اسرائیل رو گزارش کنیم. 37 ساله که این اتفاق نیفتاده و آهنگ لیلا لیلای مورد علاقه رضا مددی با هنرنمایی دو رقاص و سالن به وجد میاد. سوئدیا همه سرپا ایستادن دارن دست میزنن. آهنگ ایرانی و رقص ایرانی. من سکوت میکنم تا شما بیشتر لذت ببرید. قابل وصف نیست. قابل وصف نبودن چی که در سالن اتفاق افتاد موقع ورود رضا مددی. همه بلند شده بودن، ایرانی و خارجی، داشتن تصویر میگرفتن از این لحظه تاریخی. رضا مددی رو در داخل قفس میبینیم که آماده تا تاب و شکنی کنه، اونطوری که خودش گفته بارها و تاکید کنه که فرای از سیاست ورزش و دوستی آدم ها حرف اول رو میزنه، نباید ورزش رو به سیاست آلوده کرد و این حرف رضا مددی است که بارها بر روی این تاکید کرده. مهدی، رضا مددی امروز ظهر پستی رو هم در اینستاگرام منتشر کرد و گفت با وجودی که فقط چند ساعت به مبارزه مونده، اما فقط دارم اخبار ایران رو دنبال میکنم، خیلی نگرانم. و حتی نوشت در اینستاگرامش که قهرمان واقعی اون مردمی هستن که زیر بار این همه مشکل و فشار و همین مسئله قیمت بنزین و گرانی ها دارن طاقت میارن و من تعظیم میکنم در برابر اونها. این صحبتیه که رضا مددی در اینستاگرامش منتشر کرد. این مبارزه خداحافظی رضا مددی هم خواهد بود، او دیگر داخل قفس نخواهد رفت. با این دیدار تاریخی
از دنیای قهرمانی، از MMA، از هنرهای رزمی ترکیبی خداحافظی خواهد کرد. و خیلی جالبه که دو ورزشکار تصمیم گرفتن به احترام دو ملت و به احترام این مسابقه که منادی صلح خواهد بود، از مشت زدن به صورت همدیگه خودداری کنن و صرفا از فنون پرتابی، از فنون کشتی، از فنون جودو استفاده کنن و همدیگر رو خونالود نکنن. اما مبارزه خواهند کرد، نمایشی نخواهد بود، مبارزه خواهند. واقعی بعد از 37 سال انصراف، بعد از 37 سال گچ گرفتن پای سالم و پشت کردن به میدون مبارزه، حالا رضا مددی و موش بنشیمول روبروی هم ایستادن و پشت میکنن به سیاست، پشت میکنن به دخالت مسائل غیر ورزشی، با هم دست میدن تا رقابت کنن. باور نکردنیه. انجام میشه. تابوی 37 ساله شکسته میشه، سرشاخ میشن. قوس میکنه رضا مددی. کمرگیری، حریفو در اختیار میگیره، پیش میندازه. کاملا رضا مددی مسلطه. به پل میزنه حریف خودشو. فنون قفلی رو شگرد داره. بسیار تکنیکیه. علارغم اینکه در آستانه 40 سالگی قرار داره، اما فوق العاده آماده با تمرین بسیار زیاد. حالا موش بنشیمول هم پاشو قلاب. چه ورزشکارانی که در رقابت‌های جهانی، در تورنمنت‌های بین‌المللی، از شطرنج تا کشتی تا جودو، آخرین نفر سعید مولایی بود، مجبور شد از ایران بره به خاطر اینکه نتونست مسابقه بده. اما رضا مددی داره این مبارزه رو انجام میده تا نشون بده که وقتی یه ورزشکار ایرانی و اسرائیلی با هم مسابقه میدن هیچ اتفاقی رخ نمیده، جرقه نمیزنه، که توافق کردن مشت نزنه. الان رضا مددی درست روبروی ما، صدای ما رو هم میشنوه. رضا با تمام توان داره مبارزه میکنه تا پایان و روبه ما این صحبت رو هم رضا مددی رضا مددی میخواد پایان دوران قهرمانیشو با یک پیروزی تاریخی. رضا مددی الان میدونه که مردم ایران دارن او رو میبینن و اتفاقا واکنش هم نشون داده به همین موضوع. مهدی رضا داره مبارزه میکنه، کاملا حریفو در اختیار داره. فرزند سومش هم پریروز به دنیا اومده، آرون فرزند سوم اوست. رضا مددی مچ دستای حریف اسرائیلی خودشو گرو گرفته، دور تا دور قفس، دور تا دور هشت ضلعی، از ضلع اول تا ضلع هشتم کاملا حریفو در اختیار داره. میچسبونه به دیواره توری محل مبارزه، کاملا حریفو اختیار داره. رضا 2:30 دیگه باقی مونده، حریف کامل در اختیار داره. رضا مددی حریف اسرائیلی خودشو در اختیار گرفته با برتری کامل. مبارزه ای بعد از 37 سال. 37 سال پیش بیژن سیدخانی در مسابقه جهانی کشتی فرنگی در کیف در شوروی سابق موفق شد رابینسون کوناشویلی از اسرائیل شکست بده، دیگه مبارزه ای انجام نشد و همون مسابقات هم به دستور آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه نیمه تمام موند. تیم ملی به ایران برگشت، بقیه ورزشکارا هم محروم شدن از انجام مسابقه. 37 سال کنارگیری، عدم انجام مسابقه و حالا مبارزه ای که رضا مددی انجام داده تا اینجا پیروز بوده. همه این ورزشکارایی که 37 سال مسابقه ندادن، مثل علیرضا کریمی که 6 ماه هم محروم شد، همه میتونستن پیروز بشن، همه میتونستن برنده باشن، اما این فرصت در اختیار اونا قرار نگرفت. برای اولین بار رضا مددی اومد، به این تحریم 14 خاتمه داد با این امید که استمرار داشته باشه. اگر آفریقای جنوبی 32 سال از المپیک محروم بود به خاطر آپارتاید، این مسئله حل شد. آفریقای جنوبی برگشت. دو کره با وجود تمام اختلافات سیاسی ورزشکاراشون با هم رژه میرن در مسابقات المپیک و بازی‌های آسیایی. حتی شوروی که به خاطر مسائل ایدئولوژیک در المپیکا شرکت نمی‌کرد، از المپیک 1952 برگشت. هیچ مسئله حل نشده‌ای در عرصه ورزش باقی نمونده الا همین موضوع ایران و اسرائیل که طولانی ترین بوده. مسابقه‌ای که دارید می‌بینید بهترین نشانه است برای منشور المپیک. منشور المپیک میگه که ورزشکارا بی توجه به رنگ، نژاد، عقیده، محل تولد، فرهنگ، مذهب، سیاست مسابقه بدن. و منشور المپیک نمادی بهتر از مسابقه رضا مددی با موش بنشیمول پیدا نخواهد کرد که 37 سال طول کشیده و حل نشده. حتی شوروی و آمریکا که دو تا المپیک همدیگه رو تحریم کردن، 1980 مسکو، 1984 لس آنجلس، تو دوران جنگ سرد، اما اونا هم به این موضوع خاتمه دادن. آپارتاید به پایان رسید، آفریقای جنوبی به المپیک برگشت، دو کره با هم
رژه میرن ورزشکاراشون در کنار هم پا به پای هم. فقط مونده قضیه ایران و اسرائیل در عرصه ورزش. 10 ثانیه پایانی و رضا مددی از ابتدا تا انتهای مسابقه حریف خودشو کاملا در اختیار داشت و رضا مددی پیروز این مسابقه است. مسابقه نمادین بین ورزشکاری از ایران و ورزشکاری از اسرائیل، رضا مددی مقابل موش ببینیم چه اتفاقی میفته در قفس مبارزه. رضا مددی قطعا برنده این مسابقه است چون از ابتدا تا انتها کاملا حریف و در اختیار داشت. با رضا صحبت خواهیم کرد حتما. موشه بنشیمال هم تلاش خودشو کرد اما رضا مددی تکنیکی تر بود، متبحر تر بود و چهره برتر این مبارزه. رضا مددی میاد اینجا. رضا مددی یک تابای 38 ساله رو شکستی، گفت بر میگردم بعد از اعلام رای، بر میگردم برای انجام مسابقه. خروج از قفس با او حتما مصاحبه هم دست میدن، همدیگر رو در آغوش میکشن. حریف اسرائیلی رضا مددی رو بلند میکنه و در آغوش میکشه. همه تماشاچی ها ایستاده دست میزنن، جمعیت حاضر. رضا مددی هم دست حریفش رو بالا میاره، هر دو در آغوش همدیگه. چه صحنه زیبایی، چه صحنه زیبایی رو رقم میزنن. رضا مددی اجازه نداد داور دستشو به عنوان فرد پیروز بالا ببره و ترجیح داد بدون اینکه اعلام رأی بشه. حالا داور به اون میگه باید مقررات انجام بشه، هر دو رو میخواد تا مقررات رو به اجرا بگذاره. رضا نمیخواست داور دستشو بالا ببره اما خودش دست حریف برد بالا. اما داور حالا میاد ببینیم این صحنه های زیبا رو، چقدر عکاسا همه هجوم بردن داخل قفس. دست رضا رو میبره بالا ولی رضا هم دست حریفش رو برد بالا. هر دو با هم برنده معرفی شدن، هر دو با هم برنده معرفی شدن. این تصمیمی بود که رضا مددی گرفت. من همیشه قبل از مسابقام من مادر پیرزنی دارم، به این زنگ میزنم میگم مامان دعا کن. تا من به این پیرزن زنگ زدم با عشق خدا رو شاهد میگیرم، گفت پسرم منتظر مسابقاتم تلویزیون نشستم نگاه کنم خون مردم رو تو شیشه کردن. یعنی ببین ما که 30 سال این مرد داریم زندگی میکنیم، داریم احساس میکنیم مردم بدبخت چه چیزی میکشن. وای به حال اون بیچارهایی که ایران زندگی میکنن. 2 سال پیش ایران بودم، از ایران اومدم قسم خوردم دیگه برنگردم، اینقدر دیدم مردم ما بدبختی میکشن. یه خدافظی تاریخی و با شکوه داشتی. خدا با هم بود. میگن خدا به عرش، از فرش به عرش میبره و از عرش به فرش میبره. آرزوت برای مردم ایران چیه؟ یعنی ببین هیچ آرزوی به جز خوشبختی ندارم. آینده ی رضا مددی؟ پسر سومم اومده، میخوام به خانواده‌ام برسم، ستاره‌های جدید رو به دنیا معرفی کنم.